ما امروز خیلی خوشحالیم چون همه دوره هم جمع شدیم. این دوربینم دخترمون برامون آورده. مطمئن بودم که خیلی خوشحال میشی. اشیر نوبت توه. ولش کنین، مگه نمیدونین خجالتیه؟ باشه، حالا که اینطوری براتون میخونم. باشه پسرم بخون، منم برات دست میزنم. خب؟ شوخی کرده. عدنان بیک، چند بار سعی کردم با تون صحبت کنم ولی جرأت نکردم. هر بار که میبینم بهتون میخوام بیام و بهتون بگم. ولی دلشو ندارم. میدونم خیلی ناراحتتون میکنم ولی دیگه نمیتونم سنگینی این رازو تحمل کنم. دوست ندارم شما و نهال ضربه ببینین. نمیخوام کسی شما را اذیت کنه.
عدنان بیک، شما دارین توی دروغ زندگی میکنین. سمر خانم، با مهند دارم به شما خیانت میکنم، جفتشون دارم به شما خیانت میکنم. خیر باشه، داری چی کار میکنی؟ من خب این تموم شده، شارژشو میکنم، میخواستم از جمیله شارژر بگیرم. تو این وقت شب؟ آخه لازمش دارم. بشیر چه اتفاقی افتاده؟ میشه شارژر اینو بدی؟ آره، ولی برای چی میخوای؟ من که نفهمیدم اینجا چه خبره. گفتم که لازمش دارم، یکم امتحانش کردم، باش فیلم برداری کردم، میخواستم پاکش کنم که شارژش تموم شد. یه لحظه صبر کن الان میارم. نمیشه تا صبح صبر کنی؟ برای چی این همه عجله داری؟ آخه خوابم پریده، میخواستم یکم سرگرم شم. پسرم به جای اینکه مردم رو بیدار کنی میرفتی یکم درس میخوندی. بیا بگیر. خیلی ممنون. خدا به خیر بگذرونه. استغفرالله. ولی جرأت نکردم. هر بار که میبینم اتون میخوام بیام بهتون بگم، ولی دلشون نداشتم. فکر میکنی داره چی کار میکنه؟ چرا نصف شبی داره با دوربین ور میره؟ وای از دست تو، یعنی هنوز نفهمیدی؟ دوربین و شارژرش بهونه بود، اون اومده بود با تو حرف بزنه، ولی وقتی بابا دیدش دوربین رو بهونه کرد. در مورد چی حرف بزنه؟ وای چرا خودتو به اون را میزنی؟ یعنی از هیچی خبر نداری؟ من بهت میگم، بشیر به یه چشم دیگه بهت نگاه میکنه، مخصوصا بعد از اینکه از آلمان برگشتی. این فکر ابلهانه توئه، این اتفاق غیر ممکنه بیفته. خودتو لوس نکن، نمیخواد ناز کنی. شب بخیر. Thank you.
جمیله هنوز زوده، چای دم نکشیده. باشه. نمیدونم این کارگاه دیگه از کجا در اومد. سهیلا اگه میتونی تو برو بالا، سلیمان دستش بنده. ولی بشیر اونجاست. خب باشه، تو هم برو کمک، کارگرا زیادن. باشه. نهال خانم نمیدونه از بیکاری چیکار کنه، ما رو میندازه تو درد سر. کاتیا داروی فیروزه خانم آماده است، براش ببر بالا. باشه. ای بابا، کی اینو گذاشته اینجا؟ معلومه دیگه، کار بشیره. بابات گفتی شب تا صبح با اون دوربینه ور میرفته، چی کار میکرده؟ مثلا داشته امتحانش میکرده، ولی دیدم هرچی فیلم گرفته بود پاک کرده. نکنه اون فیلمی رم که من توش خونده بودم پاک کرده؟ نخیر، قراره اونو بفرستیم واسه این مسابقه خوانندگی، پس نگران نباش. ها ها ها. سب کن، آروم آروم، مواظب باش. مواظب باشیم به جایی نخوره. باشه، مواظبم. مواظب باشی. باشه، بگیر سمت راست. چشم، آروم. از این سمت بگیری بهتره. مراقب باش. آها. بچرخونش. مواظب باش. مواظب باش نزنی به دیوار. آها، یواش نر. یواش. فشار نیار. وسایل قدیمی رو بردن پایین. عزیزم تو حواست به کارت باشه. داروهاتون آوردم خانم. تمرین پیانوشون تموم شد؟ نه هنوز ادامه داره. کار نهال تموم شد خبرم کن. بله حتما خانم. صبح بخیر. صبح بخیر. جای شوهرت خالی نباشه. صبح زود نتونستم بیدار شم که باهاتون صبحونه بخورم. با عدنان خداحافظی کردم. زود رفت بیرون. دیشب دیدمش و باهاش صحبت کردم. خب چرا تعریف نمی کنی چی شده؟ گفت که مهند اومده برات اعتراف کرده که نهالو دوست داره. عدنان به هم گفت. ناراحت نبود از اینکه تو بیش از حد داری فضولی میکنی؟ برعکس خوشحال بود. از اینکه چشماشو بیشتر واسش باز کردم خوشحال بود. بهت گفته بودم که دوتا احتمال وجود داره، یا اینکه مهند از این خونه میره، یا اینکه با نهال ازدواج میکنه. دیشب از زیر زبون عدنان یه چیزایی کشیدم. درسته که حرف نمیزنه، ولی زیادم از این وضعیت بدش نیومده. به نظرم اون گزینه دوم اتفاق میفته. هر چی رو که پیش بینی میکنم حتمی میشه. چه حیف، دارن این وسایلو میندازن دور. اونا رو که دور نمیندازن، میبرن تو ماشین تا بدن به آدمای مستحق. اینجوری بهتره. ببرینش اون گوشه، اینجوری کمتر جا میگیره. نگاه کن، بشیرم داره کمکشون میکنه، الان کمرش درد میگیره. من میرم پیش بابا، شاید کاری از دستم بر بیاد. خسته نشدی؟ نه. همه وسایل رو آوردیم؟ تقریبا. کسی آب میخواد؟
خیلی ممنون. طبقه بالا خیلی به هم ریخته است. باید هم اینطور باشه. بقیه کجان؟ رفتن بیرون. چای دم کشیده. سهیلا، از جمیله نتونستم بپرسم بشیر با اون دوربین چی کار داشت؟ کاری نداشت، فقط شارژرشو میخواست. ولی سلیمان خیلی از دستش ناراحت بود. والا به خدا نمیدونم این چند روزه این پسر چش شده. همش کاره اضافه. چند وقت دیگه میخواد ازدواج کنه بره. دیگه این همه ولخرجی واسه چیه؟ کی قرار ازدواج کنه؟ نهال. فراموش کردین قراره با مهند ازدواج کنه؟ اینقدر چرت و پرت نگو دختر. این چایی ببر برای کارگرا. بشیر عزیزم، تو هم برو بالا، بهتره اونا تنها نباشن. دست شما درد نکنه نوشه جان. واقعا که جا به جای وسایل خیلی سخته. بیسان خانم، خوش اومدین. ممنونم. اینجا چه خبره؟ دارن وسایل اتاق مراد و نهال خانم رو عوض میکنن. خوش اومدین بیسان خانم. خیلی ممنون. مامان هست؟ تو پذیرایی هن. کوچولو چطوره؟ خوبه. ای کاش می آوردینش، دلمون واسش تنگ شده. قراره من و سمر بریم خرید، دفعه دیگه میارمش. چی میل دارین؟ هیچی. این زن بیریخته رو دیدی؟ نه ندیدمش. سلام. سلام عزیز دلم. سلام. چی شده؟ خیلی ناراحتم. چرا اینقدر رنگت پریده؟ چیزی شده؟ نهاد و مهند دیشب دعواشون شده. کجا؟ جلوی شرکت دست رو هم دیگه بلند کردن. داری جدی میگی؟ جلوی مردم افتادن به جون هم. حسابی با هم دعوا کردن. خدا رو شکر هیچ خبرنگاری نبوده. آخه سر چی دعوا کردن؟ سر بشرا. موضوع همش سر بشرا بوده. آخه چرا باید اینطوری بشه؟ دیگه حوصله هیچیو ندارم. عزیز دلم گریه نکن، تعریف کن ببینم چه اتفاقی افتاده. این جعبه ها رو بذارین تو یکی اتاق. بله حتماً.